السلام علیکم بچه ها، چطور عنوان کارتون به طور خفنطوری خوب باشه؟ آقا قطعا همه ما از همون دوران بچگیمون عاشق کارتون بودیم و هستیم و اونجوری که بوش میاد خواهیم بود تا ابد. تا ببینیم کارتون میبینیم. کلن کارتون ها یه قدرت خاصی داشتن که هر رنج سنی رو به خودشون جذب میکردن. ولی تا به حال از خودت پرسیدی که سازنده این انیمیشن ها با این قدرت میتونن چه کارا که بکنن؟ تا حالا به این فکر کردی که چه مفهوم های عمیقی رو بعضی از سازنده ها درست جلو چشتون تو قالب انیمیشن به خوردتون دادن؟ یا شده که مثلا یه انیمیشن رو دیده باشی ولی چون بچه بوده اندازه خیار ازش متوجه نشده باشی؟ خب پس فکر کردیم ما چی کاریم؟ اومدیم همین کارو بکنیم دیگه. اگه میخوای با مفهوم یه سری از این انیمیشن ها آشنا بشی با ما تا آخر ویدیو همراه باش. ادیتور اون جیگر رو روشن کن، گازشو بگیر. بریم انیمیشن سول. روح همون سول دیگه. نه روح میشه دیگه، نیای تو کاراکتر اینتروهای من؟ نه. ببینید، انیمیشن روحو شرکت پیکسار ساخته. توی این ویدیو قرار خیلی از شاهکارهای پیکسار ببینین. پیکسار با هر شرکت انیمیشن سازی دیگه ای فرق داره، یه سر و گردن بالاتره. حالا این انیمیشنش یعنی روح درباره چیه؟ یک داستانیه که انیمیشنش حالا میشه گفت برای بچه‌ها هم ساخته شده، کلا منطق بزرگسالانه ای داره ولی بچه‌ها کامل میتونن ببینن. اما انیمیشنی که بچه‌ها هم میتونن ببیننش رو درباره مرگ ساخته. یک کانسپت دارک و مفهوم عجیبی به اسم مرگ. مرگو که هر آدمی ممکن ازش بترسه رو آوردن توی فضای گوگلی مگولی، هر کسی میبینه و آدم بزرگها رو به فکر فرو میبره. داستان اصلی این انیمیشن هم احتمالاً همتون دیدین. اگه ندیدین، برای کسایی که ندیدن میگم، درباره یک فردی به اسم جوه که علاقش اینه که موسیقی جاز بنوازه. جاز زیاد ما ایرانی ها گوش نمیدیم ولی اونایی که جاز گوش میدن خیلی آدمای با کلاسی ان. اگه جاز گوش میدین تو کامنت ها بگین. آره این داداشم میخواد جاز بنوازه، همیشه هم آرزوش بوده توی فلان گروه فلان باشه و برای اونا بنوازه. خیلی دوست داره به این آرزوش برسه. دم اینه که به آرزوش برسه میمیره. این تریلر فیلم بود. خیلی اتفاقات عجیبی میفته. میره اون دنیا رو میبینه، آدمهای مختلفو میبینه، میبینه چه جوری به دنیا میان، چه جوری میمیرن و و و و و با یه کاراکتری آشنا میشه به اسم 22 که این 22 دوست نداره بیاد تو زمین، زمین هیتره. کلی ماجراهای جالب با این داره. واقعا اگه آدمی احساس میکنین افسرده، نیاز به یه امید دارین، احساس میکنین که دوست دارین یه انیمیشنی ببینین که بهتون بگه آقا زندگی معنیش اینه و زندگی تو قشنگه و درست تو ایران به دنیا اومدی، بدبختی دلارت شده 45,000 تومان ولی هنوزم میتونی به بعضی چیزا دلت خوش باشه، این انیمیشن رو ببین. این انیمیشن رو واقعا برو ببین. این تنها چیزیه که ممکنه دلت رو خوش کنه. انیمیشن والی. همه ی ما دیگه 600 بار این انیمیشن رو دیدیم یا دست کم اسمش رو شنیدیم، ولی تا به حال به مفهوم پشت این انیمیشن دقت کردیم؟ ما و 90% کسای دیگه ای که این انیمیشن رو دیدیم فکر نمی‌کنم اصلا به این چیزا دقت کرده باشیم، چون بالاخره بچه بودیم و نمی‌فهمیدیم و فقط محو جذابیت این انیمیشن می‌شدیم. داستان کلی این انیمیشن در مورد زندگی یه رباتی به اسم والیه که آدم‌ها برای تمیز کردن ساخته بودنش و چون زمین به خاطر انسان‌ها خیلی آلوده شده بود و دیگه نمی‌تونستن اونجا زندگی کنن، سفینه زمین رو ترک کردن و این ربات های بنده خدا رو زمین ول مونده بودن تا زمین رو تمیز کنن و تا اون موقع اینا برگردن. اما آدم ها هیچ وقت به زمین برنگشتن و بیشتر این ربات ها هم از کار افتاده بودن، بجز والی. تا یه روزی که یه ربات کاوشگری به اسم ایف به زمین میاد که تو اونجا دنبال نشونه هایی از حیات بگرده و این ربات آشغال جمع کنه ما هم عاشق این ایف میشه. یه چیزی بگم که بیشتر ما با دوبله فارسی دیدیم و صدای مرد روی ایف بود. فکر کنم 90%مون با این دوتا ربات مفهوم LGBT رو متوجه شدیم. بله. خلاصه این ایو و پارگی های فراوان یک گیاه رو زمین پیدا میکنه و بعد یه سفینه میاد ایو ببره. این والی ما هم آویزون میشه و همراهش میره و داستان ادامه پیدا میکنه و دیگه قطعا هممون داستانشو از یه بعد حفظیم. خب نویسنده بیشور، اگه حفظیم چرا نیم ساعته داری تعریفش میکنی؟ آقا نویسنده گاوه چی بگم؟ مفهومش اتفاقا من فکر کرده بودم اول کار، میگی فکر نکرده بودیم. تهش میخواد اینو بگه که ما آدما در نهایت بدبخت بیچاره و تنبل میشیم که داریم هم میشیم. ور میزنه اینجا برا من بچه کو. آقا من این داشتم اینو ادیت میکردم، الان باید براتون کاراکتر اینترو اینساید اوت رو میذاشتم، انیمیشن اینساید اوت. بعد هی به متین گفتم داشت برام ضبط کنین، من این همه رو نگاه، الان شما اینجا این، من این همه رو ادیت کردم، یه این انیمیشن اینساید اوت هم مونده، من این کاراکتر اینترو رو بزنم ویدیو رو بفرستم، ایدهی ضبط نکردم اینا. گفتم چیکار کنم، میایم اصلا راحت ربات آریانا هست میزنیم بهمون میگه. بگو عزیزم انیمیشن ایگن ساگه بود انیمیشن ایگن ساگه بود خیلی هم بهتر گفت. خلاصه که بریم براش، بریم بچه انیمیشن ایگن ساگه بود.
تولید شده توسط سرویس آریانا. این انیمیشن هم از اون دسته انیمیشنایی بود که سبک و مدل خاص خودش رو داشت و عواطف و احساسات یه آدم رو در قالب کاراکترهایی که توی ذهن افراد بودن به تصویر می‌کشید. توی این انیمیشن کاراکترها نشون دهنده احساساتی مثل خشم، ترس، انزجار، غم و شادی در قالب یک سری شخصیت کوچولو تو سر دختری به اسم رایلی هم که به تصویر کشیده شد. و حالا اتفاقاتی که توی ذهن این دختر می‌افته رو به ما نشون میدن تو طول این انیمیشن. مثلا زمانی که دو تا از حسای ما با هم دیگه تداخل دارن، یا مثلا وقتی دو دل هستیم و اینجور چیزا رو توی کارتون به صورت دعوا بین دو تا احساس نشون میدن. داستان کلی حول محور زندگی این دختره، یعنی رایلی میگذره. داستان اصلی از اونجایی شروع میشه که پدر و مادرش به دلیل کار پدره مجبور به اسباب کشی به یه شهر دیگه میشن و کلی اتفاقات مختلفی برای این دختر میفته و همه این فشارا باعث میشه که احساساتش با هم دیگه مشکل پیدا کنن و جنگولک بازی ها مثلا خارجی ها چه انگشتشون یه دونه خار میره توش افسرده میشن میرن میشه تراپیست و اینه اون شوخی میکنم ولی آره تقریبا همین چیزی. ولی جدی ها خواهر من، تو دو روز بیا تو ایران اصلا دو روز هم نه، بیا یک ساعت توی ایران زندگی کن، میفهمی که کلا همش اینا اصلا سوسول بازیه. این انیمیشن با وجود اینکه کاملا خیالی بود تونست به صورت خیلی متفاوت و خاص اتفاقاتی که ممکنه تو ذهن هر کس بیفته رو به نمایش بکشه، مخصوصا وقتی یک نفر تحت فشار و استرس. حالا چون هر چقدر ادامه داستان رو بهتون میگم اسپویل میشه دیگه، ناموسن به خودتون برید، ولی مطمئنم دیدین. انیمیشن کورالین. نه کورالین. منم همینو گفتم، منم تکرارش کردم، به خدا میام میکشمت. نمیتونی، ویدیو لیمیت بخوره، فشار بخور. با سلام خدمت دوستان عزیز برنامه ممن دک سیاه، بنده امروز آمدم تا انیمیشن غربی که دارای داستانی تاریک میباشد را به شما معرفی کنم. داستان این انیمیشن حول دختری به نام کورالین میگردد که با خانواده خود به خانه جدیدی اسباب کشی میکند. این دختر خانواده خود را از خانوادهش خوشش نمیاد، برای همین باعث میشه که از یه موجود دیگه بخواد که اونا به سمت خودش بکشه و اون موجود هم میبره یه جا زندانیش میکنه. حالا این دختره هر چقدر که وارد اون دنیای میشه، دوستان من مطمئنم نویسنده بچگی میترسیده کورالین رو ببینه، ندیده، چرت و پرت نوشته. آه دختره بود، یه چیز زرد تنش بود، موهاش آبی بود، پشماش میریخ میرفت یه دنیای دیگه، اونجا یه مادر چیزی بود، مادر چی؟ اون مادر قلابیه. آفرین، یه مادر قلابی بود، اونجا میخواست اینو بکشه، چشاش دکمه بدوزه. بعد به خودم حقیقتش بچه بودم میترسیدم کورالین رو ندیدم. کورالین خیلی مفهوم داره، جدی میگم، فقط یک مقداری برای بچه‌ها مناسب نیست. ما بچه بودیم، یه چوسه سن داشتیم، برای ما کورالین میذاشتن میدیدیم میترسیدیم. خب رد بندی سنی نبود اون موقع. خب خلاصه که این انیمیشن خوبی، از روی کتابم ساختنش، اصلا نبینین، حداقل صبر کنین 20 سالتون بشه ببینین. من به زودی 20 سالم میشه میتونم برام ببینم کورالینو، دیدم میام براتون حرف میزنم. انیمیشن خوبیه. 4 5 سال طول کشیده بنده خدا بسازنش، جدی میگم، همش با استاپ موشن ساختن، دهنشون سرویس شده. انیمیشن آپ. سلام دوست عزیز در از جانم، بیا اول یه بغلت بکنم. خیش کجا رفتی؟ رفتی تو من که من، بیا بیرون. آخ اومدی بیرون. این انیمیشنی که الان میخوام برات بگم، کلا وقتی خودم نگاش کردم ژله‌هام آب شده بود انقدر که قبضی رو ناراحت کننده. ولی جدی من هر بار که اینو میدیدم با خودم میگفتم که چطور ممکنه این نفر خونه‌شو با بادکنک هوا کنه؟ خلاصه که چطوری ممکنه و اگه ممکنه چرا هیچکس هنوز انجامش ندادی؟ مثلا با بادکنک هلیومی چه میدونم یه حتی یه دوچرخه ببره هوا. کلا از روزی که دیدمش همش فکر میکردم که میشه یه روزی منم خونم و با بادکنک ببرم هوا، خیلی حال میده. کلا این انیمیشن برای بچه‌ها و من که مغزم ژله یه صد تا صد سوال جونه تو. اگه نمیدونی داستانش چیه هم یعنی میگم، اگه جان نگران نباش، همون انیمیشنی که پیرمرده بود میخواست خونش رو ببره روی آبشاری که چیزی که مثلا زنش میخواست بره اونجا، ولی خب زنش وقتی میبینه این پدر بزرگ افسردگی میره و یه سری هم میخوان خونش رو ازش بخرن و خراب کنن. ولی این پدربزرگ یه کلی بادکنک پر میکنه و به خونش میبنده و خونش رو به پرواز در میاره و به سمت آبشاری که همیشه آرزو داشت بازنش بره حرکت میکنه، که وسطش متوجه میشه که پسر پیشاهنگ سیتق یواشکی سوار خونه پرنده شده و مجبور میشه اینم ببره یا مثل کالاف یا همه فوردن خودمون بذارش پایین. خلاصه که نه، نمیندازتش پایین، البته نمیتونم بندازتش پایین. بعدش این پسر یه پرنده نایاب افسانه ای رو پیدا میکنه که یه سری ماجراجوی دیوونه هم میافتن دنبال اینا تا پرنده رو بگیرن و ثابت کنن که این پرنده وجود داشته. خلاصه که
کلی برای این بیچاره دردسر ایجاد میکنه، آخر سرم خونه این بنده خدا به فنا میره. حالا از نظر خیلی از ماها این فیلم داستانش ساده بود، من مفهوم خاصی هم نداشت، ولی خب از اونجایی که من همیشه دنبال چیزای جدید هستم و گوگل رو سوال پیچ کردم، یه سری چیزایی برات دارم که گوشتو بیاد جلو. بعد میگم بیا اصلا میدونی که این انیمیشن داره به گسترش شهرها و پیشرفت شهرسازی و احساسات افراد مسن اشاره میکنه، یا اینکه هر شخصیت نشون دهنده یه نوع احساس هست؟ مثلا این پیرمردی که نشونه تنهاییه، یا مثلا من که جلم نشونه خوشبختی هم مثلا. خب خلاصی که جله هم ریخ وقتی این چیز رو فهمیدم. کلا تو هم الان مطمئنم هیچی برات نمونده دیگه در گوشه گفتم، ولی از در گوشم گم شو برو کنار که خیلی بو میدی، بوی گل میدی ها، شوخی کردم. انیمیشن کوکو. این انیمیشن یه چیزی تو مایای انیمیشن سول، ولی بر اساس فرهنگ مکزیکی. داستان یه پسر بچه‌ای به اسم میگل که خانواده‌اش با موسیقی جد اندر جد مشکل داشتن و پدر کشتگی، ولی این پسر میگل عاشق موسیقی و همین باعث میشه که با خانواده‌اش به مشکل بخوره. و توی روز مردگان که یه روز خاصی تو فرهنگ مکزیکیه که تو اون روز یاد و خاطره گذشتگان رو زنده می‌کنن و از اون یاد می‌کنن، اتفاقی وارد دنیای مرده‌ها میشه و با اجدادش ملاقات می‌کنه و از رازهای پشت پرده خانوادش سر در میاره و میفهمه که جد اندر جدش موزیسین بوده و یه نفر کشتتش و موسیقیاش رو دزدیده و اصلا داستانش هر لحظه باید آماده باشه که یه اتفاق خفن بیفته اونجا. این انیمیشن هم سعی کرده اهمیت کارهایی که توی این دنیا انجام میدیم و تأثیری که ممکنه روی دنیای بعدی پس از مرگ ما داشته باشه، که توی فرهنگ‌های مختلف هم فرق داره، ولی در کل اشاره کنه و اینکه ما باید سعی کنیم یاد و خاطره گذشتگانمون رو از یاد نبریم. خب ببین تو دیگه واسه من دیگه نمیتونی حرف بزنی ها. راست میگی، من میرم، خداحافظ. عجیب بود، رفت. خب دوستان، این انیمیشن ها یعنی که از نظر مفهومی یک حرفی برای گفتن دارن. ببینید یه سری انیمیشن ها هستن صرفا قشنگن، مثلا همین گربه چکمه پوشی که امسال اومد، قشنگن، خوشگلن، خیلی مفهوم خفنی پشتشون نیست. درست یه معنای ریزی دارن، ولی مثلا تو انیمیشن سول تو هر سنی ببینی برات جذابه و اگه آدم بالغ باشی و یه سری مشکلات تو ذهنت باشه، این انیمیشن برات باز میکنه و کیف میکنی. واقعا جدی دارم میگم، من به شدت منتظر انیمیشن جدید پیکسارم، به شدت ها. یعنی الان حاضرم برم آمریکا ببینم، الان اکرانم نشده ولی خیلی دوست دارم ببینم. اسمش المنتاله و درباره یه دنیاییه که همه موجوداتش از عنصرها تشکیل شدن، از خاک، آتش، باد و آب. و تریلرشو دیدم، تو یه دونه قطار بود داشت میرفت و اینا، خانومه آتش بود، آقاهه آب بود و این دوتا قرار عاشق همشن و واقعا نمیدونم چی قراره. فقط میدونم قراره پیکسار درست کنه و پیکسار عالی درست میکنه. منتظر یه انیمیشنم و شما منتظر باشین وقتی بیاد. میخوام اگه زنده باشیم، اینترنتی باشه، یوتیوبی باشه، این انیمیشن رو من میخوام جر بدم، انقدر دربارش تولید محتوا بسازم، خیلی دوستش دارم. همین عشق من این اسکلت بیاد. دمتون گرم، شو بخیر.